مورد تازه تنش‌ها میان دو رقیب و قدرت اتمی. این بار سخن بر سرنوشت یک تبعه هند است که پاکستان او را جاسوس هند و هند او را افسر متقاعد خیش می‌خواند. یک محکمه نظامی پاکستان دیروز کلبوشن یادو را که سال گذشته دستگیر شده بود به اعدام محکوم کرد. و تعقیب آن پاکستان ویدیوی اعتراف او را نیز به نشر سپرد. اداره استخبارات هند در اواخر سال 2013 مرا استخدام کرد. از آن وقت به بعد من به دستور را یا استخبارات هند فعالیت‌های مختلف را در بلوچستان و کراچی سازماندهی کردم و نظم و قانون در کراچی را برهم زدم. یادو در این ویدیو میگوید که باشنده شهر ممبای بوده و با نام مستعار حسین مبارک پتل چندین بار به پاکستان سفرهایی داشته است. اما هند میگوید این اعتراف ممکن در نتیجه فشار و شکنجه بوده باشد. سوشما سوراج وزیر خارجه هند امروز در پارلمان هند راجع به قضیه کلبوشن یادو گفت: او قربانی طرح است که بر اساس آن پاکستان میخواهد بر هند بهتان وارث ساخته و توجه بین المللی را از سابقه معلوم دار پاکستان در تمویل و حمایت دهشت افغانی به سوی دیگر جلب کند. تحت چنین شرایط ما گزینه دیگری نداریم بجز این که اگر اعدام صورت گیرد این اقدام را یک قتل از قبل طرح شده بپنداریم. حزب کانگرس که اپوزیسیون حکومت در هند شمرده می شود خواستار فشار بین المللی برای رهایی یادو از قید پاکستان گردید. هند باید هم در سازمان ملل متحد و هم در سطح جهانی اقدامات فوری انجام دهد تا این مسئله را برجسته سازد که اتباعی هند را یک سیستم خودسر نمیتواند اعدام کند. از سوی دیگر امرجیت سنگ دولت رئیس پیشین اداره استخبارات هند گفته که خواه کلبوشن یادو جاسوس بوده باشد یا نه سخن نباید تا اعدام برسد، زیرا به گفته او جواسیس هر وقت در گوشه و کنار جهان دستگیر می شوند، اما خیلی نادر است که یک جاسوس اعدام گردد. این یک کار غیر مدنی است، تقریبا یک نوع اخاذی با تهدید است، اما در پاکستان هر چیز امکان دارد. آنان صدراعظم خود را هم اعدام کردند. گرچه پاکستان ادعا دارد که یادو را در ایالت بلوچستان آن کشور دستگیر کرده، اما هند گفته که او از ایران اختطاف شده است. با آنکه سزای اعدام یادو از سوی لویدرسیز پاکستان تایید شده، اما زمان اجرای این حکم هنوز روشن نیست. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.